آینده اینان در مورد یه فایل صوتی البته جدید نیست ولی برای شماها شاید خیلی هاتون جدید باشه چون این روزا خیلی هواداران آقای رضا پهلوی میخوان مانو بدن ایشون شاه ماست و اینا که ای کاش که البته شاه بود من به عنوان یک هوادار نظام پادشاهی و البته مدافع موروسی بودن پادشاهی که توضیحاتش رو قبلا دادم الان جاش نیست توضیح بدم من آرزی قلبیم بود رضا پهلوی شاه باشه و اینا اصلا بحث توش نیست قبل از اینکه این فایل صوتی رو بزنم میخواستم درود بفرستم به شما ایزانی که برنامه ای ما رو دنبال میکنید از طریق سایت پیپل به این برنامه کمک میکنید و در سایت یوتیوب ما دارید عضو میشید و ماهیانه به این برنامه حمایت های خودتون رو در حقیقت انجام میدید دمتون گم خیلی آدم انرژی میگیره و آدم باعث میشه که مسممتر تو این فضا حرکت بکنه چون یک انرژی من خوشبختانه نیاز مالی هیچ وقت نداشتم تو این چند سال گذشته ولی این حمایت ها انرژی به آدم میده برای همین چون فقط بحث انرژی باز تاکید میکنم الان وسط داستان که ما امروز یک استراحتی داشتیم وسط اجرای برنامه‌مون در سایت توییچ خانمم گفتش که چون پیپل الان دست خانممه گو از طریق پیپل یکی از دوستان 300 یورو ریخته من خواهش کردم اگر خیلی میخواید حال بدید 100 یورو با بالاتر ندید چون واقعا من از وجدان میگیرم ما رو هزینه بکنید اگه میتونید به ایران بفرستید برای مبارزان داخل من فقط برای همون بحث انرژی 20 یورو 30 یورو 40 یورو 300 یورو واقعا چرمنده کردن این دوستمون های امیر به هر روی بگذاریم برم توضیح بدم ببینید هواداران آقای رضا پهلوی یک توهمی دارن مثل این ایزان منتظر ظهور امام زمان نگاه کنید بچه‌ای که مذهبی چی میگن مثلا باشون صحبت میکنی میگن ببین امام زمان قرار ظهور کنه این خاک بر سرتون کنم اینجا حکایت هواداران رضا پهلوی میگن شاهزاده این خاک بر سرتون خودش خودش رو شاهزاده نمیدونه میگه نه ایشون باید بیا پادشاه بشه این خاک بر سرتون به شما میگه خاله خرسایی نفهم میگید نه من رضا پهلوی رو ببینید من یک سال خب با این آدم کار کردیم این آدم ببین متنفر از نظام پادشاهی خیلی قدرت طلبایی نم بهتون بگم ولی قدرت طلبی از نوع پادشاهی خواهی نیست مشکل داره با نظام داره. اصلا ریشه مشکل داره چون این آدم آمریکاییه اما من اینو بفهمی شخصیت رضا پهلوی در آمریکا شکل گرفته اونم در دوران شاه به خاطر که رفتن یک دوره خلبانی دیدن در تکساز و شخصیت رضا پهلوی از اون زمانی که برای خلبانی رفتن در تکساز این علاقه ایشون به آمریکا خیلی بیشتر شد خب بعدم که دیگه انقلاب 57 رخ داد رضا پهلوی همش دوست داشت تو آمریکا باشه خب تو اوایلش مجبور شد تو مراکش و مصر زندگی کنه اول تو میس زندگی کرد بعد تو مراکش زندگی کرد یه مدتی هم خونه مادرشون رفتن توی فرانسه زندگی کردن ولی ایشون علاقهش به آمریکا بود و در نهایت تونست بره و در واشنگتن زندگی کنه یه واقعیتیه بذارید ما یه فایل صوتی داریم از ایشون که من کاری ندارم هواداران ایشون میخوان منو فوش بدن ندن فوش بدید مثل این بچه مذهبیه که به خاطر امام زمان منو فوش میدن که امام زمان یک توهم است اینکه رضا پهلوی هم پادشاه ایران بشه از نظر شخصیت خودش یک توهم است. حداقل حرف خودشه آقا گور بابای امید دانا. ببینیم خودش چی میگه. این صدای رضا پهلوی تو یکی از این جلساته که ضبط شد بیرون اومد. ببینید تو جلسات خصوصی در مورد شما هواداران نظام پادشاهی که منم جزوتونم. ببینید تاج من همیشه اینجا بوده. به من که نمیتونی بگی آی تا دیروز با این نبودی یا با اون من طرفدار اومدیم خامنه ایرم در حقیقت پشتش وایس دادیم خامنه رو کردیم ایزد نشان و پادشاه ایران به من که نمیتونی من من ذاتا هوادار نظام پادشاهی هم ببین این در مورد شما هواداران خودش چی میگه من نماینده پادشاهی نمیخوام باشم من الان نماینده پادشاهی نمیخوام باشم همینجوری میگه نگاه کن من نماینده پادشاهی نمیخوام باشم اصلا از کجا معلوم به پادشاهی اعتقاد داشته باشم میگه اصلا از کجا معلوم من به پادشاهی اعتقاد, اعتقاد داشته باشم این دوستان خال خرسه این دوستان خال خرسه منظور شما هواداران رضا پر منظور شهرام و همایونه سعید سکویه شما گوساله هایید شما گوساله ها رو بهتون میگه خاله اشتباه میگه شما خاله خرسه نیستی شما گوساله اید ولی بهتون میگه خاله خرسه های حالا گوش کن گوش کن نماینده پادشاهی نمیخوام باشم اصلا از, از کجا معلومه به پادشاهی تقاد داشته باشم این دوستان خال خرسه نفهم متف... نفهم خال خرسه نفهم ببین چه جوری داره قشنگ اخجالتتون در میاد تقاد داشته باشم این دوستان خال خرسه نفهم هم متفصفانه بعض وقت را تاج رو سرم گذاشتن بطی هم در حال ساختن هستن تاجم این روستان خال خرسه نفهم تاجم رو سرم, تاج هم. رو سرم بوتی هم در حال ساختنن در میگه فردام همون آشا همون کاسه, کاسه. اینجام هم داره زده باباش صحبت میکنه یعنی نظام پدر من دیکتاتوری فلان 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 شده بوده اینکه بوده یا نبوده یک بحث علای دیس اینکه شما هواداران رضا پهلوی خیلی عاشق محمد رضا پهلوی هستید یک تصویر خیلی قشنگ از دوره محمد رضا پهلوی میدید فقط بدونید که شازدهتون تون بهتون بهتونم یه خاله خرسه نفهم <applause> شاید من اتفاقا به جمهوری بخوام رأی بدم میگه شاید من به جمهوری بخوام رأی بدم یه روز یه روز خب من یه بار بدونی که دیگه به پرم وسط صحبت این 23 ثانیه رو با هم گوش کنیم من نماینده پادشاهی نمیخوام باشم از از کجا معلومه به پادشاهی اعتقاد داشته باشم این دوستان خاله خرسه یعنی نفهم متفصفانه. هم متفصفانه بعضی وقت رو تاج رو سرم گذاشتن بطی هم در حال ساختن هستم که پرده باز دوباره همون آشه همون کاسه دوستان شاید من اتفاقا به جمهوری بخوام رای بدم یه روز خب ببینید حکایت من با رضا پهلوی اینه و متاسفم برای شماهایی که منو فوش میدید میگی وای تو علی شاهزاده ما بودیم دست به نق شاهزادتون به شماها میگه خال خرسه نفهم واقعا خال خرسه نفهمید منو فوش میدی به خاطر رضا پر اگر هوادار پادشاهی هستی منو فوش میدی بابت این الدنگ این زده باباشه این زده نهاد پادشاهیه بنده عهدی رو بستم با نظام پادشاهی تا الانم نشکستم من 23 سال از سال 80 که دیگه وارد کار جدی سی سیاسی شدم همون سالم زندان رفتم هوادار نظام پادشاهی بودم که الانم هستم ببین یکی از کسانی که بسیار ثبات سیاسی داشته منم چون از اپوزیسیون تاکتیکی که اومدم از نظام دفاع کردم با حفظ ایدئولوژی اومدم خیلی واقعا برخلاف اون چیزی که به قول ایشون خال خرسایی نفهم دارن میگن با ثبات ترین فعال سیاسی تاریخ ایران تو این حوزه خود منم سال 80 هوادار پادشاهی بودم الان 402 هستم زرتشتی بودم الان 402 هستم ایرانگرای دو آتشه بودم الان 402 هستم این ثبات من اگر ما رفتیم پشت نظام عزیزم دو حالت داره دیگه یا به ما پول دادن یا خودمون نتیجه گرفتیم اگر تو اعتقاد داری پول نگرفتم که خب نگرفتم اگر اعتقاد داری نگرفتم اگه اعتقاد داری گرفتم که هیچ دیگه تو همون خاله خرسه نفهمی برو دیگه کاری بات ندارم ولی اگر در اون کانتکسی که امیدانا پولی نگرفته پس باید خود سوال کنی چرا رفت این نظام رو اصلاح کنه این نظرات رضا پهلوی توه فردی به شدت ضد ملیس رضا پهلوی رضا پهلوی ضربه که به بدنه هواداران پادشاهی و کلا اپوزیسیون ایران زد جمهوری اسلامی نزد شما این حرف رو خیلی از که تجربه ندارن شاید نفهمن کسایی که با ایشون کار کردن میفهمن من چی میگم رزا پهلوی در ب... من واقعا شک میکنم بعضی شاید جمهوری اسلامی داره یه بخشی از هزینه های زندگی رضا پهلوی رو تقبل میکنه کارهایی که رضا پهلوی در کلیتش انجام داد در چهار سال گذشته نمیگم همش ولی بخش قابل توجهش در خدمت سیاست های جمهوری اسلامی بوده نظریاتش هم سریحه حالا شاید مثلا رضا پهلوی در وجود تماما ضد جمهوری اسلامی هست اصلا نمیخوام چیز بگم عملکردش منو تو شک انداخته که این حتی دو نفرم میخواستن در جایی با هم متحد بشن در کل این 44 سالی تمام رو به هم زد در همه یه حوضا بنابراین نظریاتش هم در مورد نظام پادشاهی روشن من طبق سخن خود شازده زین پس به شما هواداران ایشون که بعضی وقتا به من یه چیزی میگید حق دارم بهتون بگم خال خرسه نفهم <applause> شازت بهت گفت عاشقتم پاینده با من کل نکن من پر از اطلاعات و پر از سند یک تیم قوی هم پشتم دارم که ما خدای این داست ما اصلا ویکیلیکس ایرانیم حواست باشه در میارم برو بگرد ببین این صداشو میتونی پیدا کنی یا نه در میاریم براتون میزنیم آره قربون شکلت برم عاشقتم پاینده ایران و همه به احرومزه ایران میسپرم بدرود